دوستان گرانقدر به درس روزی 32 برنامه کویک بوکس خوش آمدید. امروز ما و شما در برنامه کویک بوکس روی جور کردن انوایس به مشتری صحبت میکنیم. وقتی که مشتری از پیش ما و شما کوتیشن یا استیمیت میگیره و برای ما و شما پرچیز آرڈر میکنه و ما و شما او را به حیث سل آرڈر در برنامه کویک بوکس میرسانیم، بعد از او وقتی که مشتری به دفتر ما شما می آید و از پیش ما شما او نموجنس خریداری می کنه که برای ما پرچیز آرڈر کرده بود، مثلا یا یک تی بی هارد دیسک است یا 64 جی بی فلش است، وقتی که ما به مشتری خود آیتم دلیور می کنیم، امروز او یک بل می دهیم که اونمو بل به نام انوایس یاد می کنه. انوایس ما وقتی جور میکنیم وقتی که انوینتری یا آیتم یا اونم جنس به مشتری ما دلیور میکنیم، امرایزو بل میدیم و در مقابل اونم انوایس ما از مشتری خود پول دریافت میکنیم، پول ریسیف میکنیم. یعنی وقتی که آیتم ما به مشتری خود میدیم، در حقیقت انوینتری ما شما کم میشه و اگر اینمی فروشی که ما مثلا جنسی که ما میفروشیم به مشتری خود اگر با پولی نقد باشه، کیش ما شما اینکریز میشه و اگر با پولی قرض باشه، با نقد نباشه، اکاونت ریسیویبل ما شما چی میشه؟ اینکریز میشه یا زیاد میشه؟ قرضه روی مشتری ما شما چی میشه؟ زیاد میشه. پس انوایس ما وقتی جور میکنیم وقتی که ما جنس به مشتری خود تسلیم میکنیم، امرایزو یک بل میتیم که اونم بل به نام انوایس یاد میکنه. که این وایس همیشه که ما به اساس استیمیت جور کنیم یا به اساس یک سل آرڈر جور کنیم و یا هم بدون استیمیت و سل آرڈر جور کنیم. امروز ما شما روی از او صحبت میکنیم که چه قسم ما میتونیم در برنامه کویک بوکس این وایس به اساس استیمیت و یا سل آرڈر جور کنیم. اگر به یاد شما باشه و یا هم اگر بیایم در هیستری اینمی مشتری که به نام علی احمد است، در اینجا ببین این مشتری برای ما برای زوی یک استیمیت هم جور کردیم، یک سل آرڈر هم جور کردیم که استیمیت که از اماونتش 5100 افغانی است و سل آرڈر که از 51000 افغانی است. فکر کنین که شما اینمی مشتری ما که به نام علی احمد است آمد گفت بیادر ما برای شما یک پرچیز آرڈر کرده بودیم و به اساس اونمو پرچیز آرڈر ما میخواییم که اونمو آیتما را ریسیف کنم، شما لطفا اونمو آیتم هم برای ما بتین و بلش هم برای ما بتین که ما برای شما پیمنت کنیم. پس در این حالت ما شما میایم روی کریت انوایس کلیک میکنیم. وقتی که روی کریت انوایس کلیک کردین، اولین کاری که شما میکنین انتخاب نام مشتری است. با کی شما انوایس جور میکنین؟ ما میگم ما برای علی احمد انوایس جور میکنم. وقتی که شما نام مشتری را انتخاب کردین، اتوماتیکلی این قسم یک صفحه برای ما باز میشه و در این صفحه برای ما میگه که بیادر شما که به این مشتری تان انوایس جور میکنین، کویک بوک میگه برای ما به اساس استیمیت شما انوایس جور میکنین که قبلا ما شما صحبت کردیم، به اساس سل آرڈر شما به این مشتری تان انوایس جور میکنین یا یک انوایس جدید میخواین جور کنین، نه به اساس استیمیت نه به اساس سل آرڈر یک انوایس جدید. میگم نه، ما به اساس سل آرڈر اینی مشتری که به نام علی احمد است یک آرڈر کرده بود، پرچیز آرڈر کرده بود که او را ما به حیث سل آرڈر در برنامه کویک بوکس رساندم از 61000 است، نمیفهم که 51000 است، به اساس ازمو میخوام یک انوایس جور کنم. وقتی که را انتخاب کردین بعد از اوکی کلیک کردین، برای ما و شما در هیستری اینمی مشتری ما چقدر سل آرڈرهایی که هست او نمو را برای ما نشان میده. برای ما میگه شما به اینمی تاریخ از امیق اماونت که از شما به این مشتری تان یک سل آرڈرش در هیستری ازی ریکارد کرده بودین و نمبر از او یک است. بگیم بله، به اساس زمو ما میخوایم یک انوایس بر از او جور کنیم. بر از او اوکی کلیک میکنیم. وقتی که اوکی کلیک کردین باز برای ما پرسان میکنم، میگه بیادر specify what to include on the invoice. آیا شما میخواین به هر آیتم جدا جدا انوایس جور کنین، یعنی مکمل آیتم هایی که دنی سل آرڈر وجود داره با تمام ازو که از یک دانه انوایس جور میکنیم. پس اگر با تمام ازو ما یک انوایس جور میکنیم، انتخاب میکنیم create invoice for all the sell orders.
چقدر اینمی سالر سلادر که چقدر آیتم هست پرزو مکمل یک انوایس هم میخوام جور کنم و اگر میگه نه به هر کدام آیتم که از جدا جدا انوایس جور میکنم ایره انتخاب میکنم ما در اینجا آپشن اول انتخاب میکنم و میخواییم که به تمام آیتم هایی که ما در سلادر ذکر کردیم یک انوایس جور کنیم و بعد از اوکی کلیک میکنم وقتی که اوکی کلیک کردین تمام آیتم ها را از امو سلادر کپی میکنه و در اینمی انوایس برای ما چی میکنه پیست میکنه برای ما میگه شما یک آیتم بنام 1 تی بی هارد دیسک در سلادر رسانده بودین و یک آیتم دیگه بنام 64 جی بی یوز بی دیسک ای را شما رسانده بودین و آردر که کده بودین شما تعداد شما در سلادر آردر کده بودین 10 عدد هستن خب قیمتایش هم برای ما نشان میده و مکمل اماونتش هم تقریبا 51000 افغانی است اون هم برای ما نشان میده میگم تمام سیستما منظم است جور است کوانتیتی آردر تمام پرایس چیزایش منظم است در اینجا تاریخ انتخاب میکنیم که ما اینوایسی که برای جور کردیم به تاریخ 21 جور کردیم اینوایس نمبر چند است 1 است و اینمی آیتما را ما به اساس اکسل آردر که نمبر چند است 1 است در اینجا انتخاب کردیم بعد از او اگر کدام پیمنت ترمز قد از تعهد کده باشه او را میتونیم مشخص کنیم اگر تاکس سر از این چارج میکنیم او را میتونیم مشخص کنیم ما این مسائل بعدا صحبت میکنیم فقط بعد از او روی سیو این کلوز کلیک میکنیم وقتی که روی سیو این کلوز کلیک کردین اینمی اینوایس در هیستری اون نفر چی میشه؟ اضافه میشه خب قبل از اینکه ما روی سیو این کلوز کلیک کنیم میایم در پرینت روی پرینت پریویو یک دفعه پریویو زیر ما میبینم و بعد از چی کار میکنم ما یک کپی زیر پرینت میکنم به مشتری میدم اینمی انوایس ما شما است و اگر خواسته باشیم پرینت کنیم روی اینمی پرینت کمان کلیک میکنیم انوایس پرینت میشه به مشتری میدم و بعد از سیو این کلوز کلیک میکنیم که در هیستری برنامه کویک بوکس ما شما هم یک دانه انوایس اینجا ثبت شوه این حال شما ببینین د هیستری اینمی مشتری ما در برنامه کویک بوکس یک دانه انوایس جور شد انوایس نمبر 1 است و این انوایس کس 51000 افغانستان و اینی اماونت که هست شما که میبینین در اینجا هر اماونت که در انوایس میه اینی اماونت که هست بالای اینمی مشتری ما شما چیست اکاونت پیبل است یعنی پولی است که باید پرداخت کنه برای ما شما و برای ما شما که از اکاونت ریسیویبل است ما باید ریسیو کنیم و مشتری ما شما باید ایده برای ما چی کنه پی کنه و اگر ما شما بیایم در بخش مینوی اینونتری اینجا روی فیزیکلی اینونتری ورشیت کلیک کنیم شما ببینین اینونتری ما شما هم کم میشه اینونتری ما دادن هارد دیسک بود و دادن فلش بود 20 تا بود 20 20 تا از 20 تا که دادن کم شد دادن هارد دیسک کم شد دادن یو اس بی دیسک ما کم شد دادن امرای ما شما مانده یعنی فیزیکلی اینونتری ورشیت ما شما هم چی شده فیزیکلی اینونتری ما شما هم کم شده و در مقابل از اینکه کم شده پول ما اکاونت ریسیوبل که کرنت اسیت ما شما است چی شده اضافه شده اگر ما بیایم روی کمپانی سناپ شات کلیک کنیم دیگه ببینین اکاونت ریسیوبل ما شما به افغانی چی شده اضافه شده اکاونت ریسیوبل به افغانی 51000 افغانی چی شده اضافه شده و اکاونت ریسیوبل به دلار که است اضافه نشده خب حالا اگر ما شما خواسته باشیم بین مشتری دیگه ما که به نام امید خان است برای هم ما شما یک دانه انوایس جور کنیم ای هم آمد برای ما گفت که بیادر اونمو آردر که ما کده بودیم براتون پرچیز آردر و اونمو پرچیز آردر ما میخوام که آیتم هایش ریسیف کنم خریداری کنم شما لطفا برای ما مو آیتم هم بتین امرایش یک بلم بتین که پولیش براتون چی کنم پیمنت کنم خب ما چی میکنم میایم روی کریت انوایس کریت انوایس که کلیک کردین شما ما میگم انوایس جور میکنیم با کی با امید خان امید خانه که کلیک کردین برای ما میگه شما اینوایس که برای جور میکنین از سکرچ یک نیو اینوایس میخواین جور کنین یعنی به اساس سلادر شما اینوایس جور میکنین ما میگیم به اساس یک سلادر اینوایس جور میکنم بعد از چی کار میکنم اوکی کلیک میکنم وقتی که اوکی کلیک کردین برای ما میگه که ده هیستری از این نفر ما برای شما یک سلادر داریم و نمبرش دوسته و ای از 331 اشاریه تقریبا 15 دلار است میگم بله درست است اوکی کلیک میکنم وقتی که اوکی کلیک کردیم باز برای ما میگه به تمام آیتم ها که در این مثل آردر است شما یک انوایس جور میکنی یا جدا جدا انوایس جور میکنی میگم به تمام ازی ما یک انوایس جور میکنی این جدا جدا انوایس به خاطر ازی ما شما استفاده میکنیم اگر پیش یک نفر یک مشتری ما شما مکمل پول نداره و میخواه یک آیتم ریسیف کنن و یک آیتم دیگه بعدا ریسیف کنن باز دو تو حالت ما شما ازمی کماندی پایین کس ازی استفاده میکنم خب من این انتخاب میکنم اوکی کلیک میکنم وقتی که اوکی کلیک کردین تمام آیتم ها رو اینجا برای ما اینکلود کردن از هیستری اونم سلادر
و انوایس نمبر هم برای ما نشون میده انوایس نمبر چند است دوستا و ای به اساس این سل آردر که نمبر دوستا ده اینجا برای ما چی شده درد شده. خب چونی مشتری ما شما اگر متوجه باشین یک مشتری خارجی ما شما هستم و واحد پولی رو که انتخاب کردیم دلار است به مخاطر اکسچنج ریتش هم دیجا فعال میشم. اکسچنج ریت که است به هم کرنسی ما شما 77 دلار است و بعد از او توتال اماونت برای ما نشون میده چقدر میشم و بعد از او فقط ما شما روی سیو این کلوز کلیک میکنیم. وقتی که روی سیو این کلوز کلیک کردیم ما سپلینگ چک اگنور میکنیم کلشا شما ببینید در هیستری عظیم که است تقریبا 331.15 دلار اضافه شد. به این معنی که اینی پول بالای ازو اکاونت پیبل است و برای ما شما اکاونت رسیوبل است. اگر ما شما الان بیایم روی کمپانی اسنپ شات کلیک کنیم ده اینجا ببینین اکاونت رسیوبل ما شما به دلار هم چی شده اضافه شده که ده اینجا برای ما به هم کرنسی نشان میده به افغانی نشان میده و چقدر است 25498.55 افغانی میشه و ده اینجا برای ما نشان میده کاستمرای که از پیش ما شما قرضدار است کدام است یک علی احمد است 51000 افغانی و دیگه کس امید خان است تقریبا 25000 افغانی و این پولی که باید برای ما پرداخت میکرد به این تاریخ است. به این معنی که تاریخ از تیر شده و این به نام دو اینوایسز یاد میشه اوور دو اینوایسز اینوایس هایی که تاریخ هایش تیر شده. خب حالا اگر ما شما بیایم در مینوی اینونتری روی فیزیکال اینونتری ورشیت کلیک کنیم شما اینجا ببینین که اینونتری ما از 10 به 5 پایین شده به خاطر از اینکه 10 دونه یک دفعه فروختیم و 5 دونه دیگه باز فروختیم 5 دونه از میدون دو قلم آیتم که پیش ما شما بود همراه ما شما مانده. ای بود دوستا طریقی جور کردن اینوایس به اساس سلاردر و استیمیت یا کوتیشن.